سینا فرزاد اینجاست. این سفر در آینده واقعا امکان پذیره، یعنی ما میتونیم یه روزی برای خودمون یه ماشینی داشته باشیم که بریم تاریخ رو توش تنظیم کنیم، یه دکمه بزنیم 50 سال بریم تو آینده، بعد یه ذره اونجا باشیم، بعد 100 سال برگردیم به گذشته، بعد یه ذره اونجا باشیم، بعد بیایم تو زمان حال. چقدر کاری بد کردم تو گذشته که میتونم برو همه رو جبران کنم. وای از آینده اومدی؟ اگر سفر در زمان امکان پذیر باشه، یعنی بتونیم هی به گذشته آینده سفر کنیم، اون موقع میتونیم اتفاقی که تو گذشته برام افتاد و خوشمون نیومده رو برگردیم و انگولکش کنیم. یا مثلا اگر الان داریم یه کاری رو انجام میدیم، میتونیم بریم تو آینده ببینیم نتیجه اون کارمون چی شده و چه اتفاقی براش افتاده. اصلا میتونیم تاریخ رو باش عوض کنیم، یعنی مثلا میتونیم برگردیم اون زمانی که هیتلر بچه بود، بعد بریم خونش هیتلر رو اینجوری خفه کنیم که جلوی جنگ جهانی دوم رو بگیریم. یا اصلا تو همین دورانی که الان کرونا هست، پندمیکه، میتونیم برگردیم اون اولین مریض، اون پیشنت زیرو که کرونا گرفت و میتونیم بگیریم نجاتش بدیم، یا حداقل میتونیم قرنطینش کنیم. اینجوری باید برمیگردیم تو زمان حال، میبینیم هیچ اتفاقی نیفتاده، تازه کلی هم معقول شدیم. حالا اگر یه نفر دیگه ماشین زمان داشت، بعد نظرش با ما فرق داشتی. منظورم اینه که مثلا اون میتونه بره یه کاری کنه که دوباره جنگ جهانی دوم اتفاق بیفته، یا اصلا برگرده چند دقیقه قبل از اینکه من هیتلر رو پیدا کنم و اینجوری خفش کنم، بعد بیاد هیتلر رو برداره برای قایمش کنه. یا اینکه اصلا برای همین پندمیک دوباره اون یه کاری کنه که این داستان کرونا اتفاق بیفته، بعد اونجوری اصلا میتونه بره تو آینده ببینه واکسنشو چه جوری ساختن، بعد میتونه برگرده واکسن خودش زودتر بسازه، پولدار بشه که اینجوری تازه کلی هم محبوب میشه که بالتر. مهراد، مهراد پس اگر تکنولوژی این مدلی، یعنی برای سفر در زمان برای همه و همه کشور امکان پذیر باشه، اونجوری هر کسی میتونه بره ساز خودش رو بزنه. یه نفر میتونه بره تو گذشته یه کاری انجام بده، بعد اون یکی بره دوباره یه بلای دیگه سرش بیاره، بعد هی برن بیان، اصلا همه چی به هم میریزه، ولوشو میشه، بعد به یه جایی میرسه که دیگه زمان دیگه برای خودش پایدار نیست، دم به دقیقه داره همه چیز عوض میشه، تا اینکه یه نفر عصبی بشه برگرده بره به اولین ماشین زمانی که ساخته شد اون ماشین بذاره خراب کنه، مدرکش همه رو پاره کنه بندازه بره، تا دیگه ماشین زمانی وجود نداشته باشه. فقط وقتی که اون این ماشین رو خراب میکنه توی گذشته، در واقع توی آینده همیش ماشین زمانی نبوده، یعنی در واقع تو آینده اون آدمه اصلا به فکر این نمیفته که بخواد برگرده. یعنی ماشینه که تو گذشته خراب میکنه، تو آینده دیگه ماشین نیست، اصلا یارو نمیتونه برگش. قاطی شد چرا؟ به این میگه پارادوکس. در واقع به خاطر مسئله پارادوکس ما نمیتونیم به گذشته سفر کنیم، چون اگر به گذشته سفر کنیم و یک کاری اونجا انجام بدیم و چیزی تغییر بدیم، توی زمان حال و آینده تاثیر میذاره. در واقع در سفر به گذشته بسته است. فعلا شاید فقط بشه از سوراخ تو قفلش یه نگاهی کرد. سفر در آینده چطور؟ آیا اونم غیر ممکنه مثل سفر به گذشته، یا اینکه یه راهی هست؟ و اگر که واقعا میشه با آینده سفر کرد، چجوری میشه اثباتش کرد؟ دستگاهی هستش یا آزمایشی هستش که بشه ثابتش کرد و حساب کرد که چجوری باید با آینده سفر کنیم؟ توی این ویدیو میخوایم یه آزمایشی براتون انجام بدیم که میخوایم این موضوع رو ببینیم، بررسی کنیم. فقط قبلش باید یه سری مطالب رو با هم دیگه هماهنگ کنیم، بعد بریم این آزمایش رو با مهراد با هم دیگه انجام بدیم. با من بیاین بریم انجام بدیم. زمان یه چیزی که همه باش آشناییم، یعنی هر 60 ثانیه میشه یه دقیقه، هر 60 دقیقه میشه یه ساعت، 24 ساعت هم میشه یه فیچ دیگه، این که دیگه بحثی نداره. ما به این زمان میگیم زمان خطی، این چیزی که خودمون بین خودمون قرار گذاشتیم که بدون کی باید کجا باشیم و چیکار کنیم. ولی واقعا زمان وجود داره؟ یعنی مثلا میشه لمسش کرد؟ یا همینجوری ما بر خودمون تعریف کنیم خوش باشیم؟ ارسطو
2500 سال پیش گفت که ناشناخته ترین چیز بین تمام ناشناخته های دنیا زمانه. یعنی چی؟ اگر الان تو گوگل سرچ کنی که زمان چیه، احتمالاً براتون میزنه زمان یه بعد فیزیکی مثل طول و عرض و ارتفاع. یعنی چی؟ من که نمی‌فهمم. برو بابا من دفت کنم. یعنی چی؟ نکن بابا یعنی چی میشه؟ توی دنیای سه‌بعدی که ما هستیم، رفت آمد تو هر کدوم از این سه تا بعد کار آسونیه. به خاطر اینکه این سه تا بعد توی فضا فیکس شدن با هم دیگه. من اگر برم سوپرمارکت خرید کنم، بعد برگردم خونه ببینم شیر یادم رفت بخرم، میتونم دور از همون مسیر برم، شیر بخرم، برگردم. حالا من که نمیرم عمرم، حسش نیست. ولی زمانی که برای خرید اولم، برای اولین بار که رفتم سوپرمارکت صرف کردم، رفته تو گذشته من و کاملا گم شده. والا من اگر یه بطری رو بذارم روی زمین، این طول و عرض و ارتفاع بلایی سرش نمیاد که، همینطور برای خودش میمونه. ولی در نهایت قربانی زمان میشه و با گذشت زمان همش تجزیه میشه. زمان مثل یه فلش یک طرف است، همیشه به سمت جلو. فلش زمان، زمان از زمان بیگ بنگ یا همون انفجار بزرگ شروع شده، همینجور هم داره میره جلو. یعنی بگی یک ثانیه ما اینیم مثل این میمون. توپی که تو دست منه به نظر ثابت و بدون حرکته. یعنی شما هم که دارین این ویدیو رو میبینین، از دید شما هم این توپ ثابت و بدون حرکته. آیزاک نیوتن که چند صد سال قبل از انیشتین زندگی میکرد، معتقد بود سرعت اجسام هیچ وقت مطلق نیست و همیشه نسبیه. یعنی بستگی داره که کی از کجا اون جسم در حال حرکت رو ببینه. وقتی من سوار ماشین میشم، هنوز تو دستمو جایی نرفته. یعنی سرعت حرکت تو از دید من برابر با صفره. ولی برای آریان که اون بیرون همجور داره میخوره وایستاده، سرعت حرکت تو برابر با سرعت حرکت ماشینه. در واقع من اگر که توی ماشین، وقتی که ماشین داره حرکت میکنه، توپو بندازم بالا، توپ صاف میره بالا، صاف میاد پایین. دقیقاً من اگر که از ماشین پیاده بشم، دوره توپو بندازم بالا بیاد پایین، دوباره همونه، اتفاقی نمیفته. صاف میره بالا، صاف میاد پایین. حالا اگر در حالی که ماشین داره با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه، من این توپو با سرعت 2 کیلومتر بر ساعت پرتاب کنم، اون موقع سرعت حرکت توپ برای من برابر با 2 کیلومتر بر ساعته. ولی برای آریان که اون بیرون داشت همونجوری میخورد، سرعت حرکت توپ برابر با سرعت ماشین و سرعتی که من توپو پرتاب کردم، یعنی 40 کیلومتر در ساعت به علاوه 2 کیلومتر بر ساعت، پس 42 کیلومتر بر ساعت. یعنی بسته به این که از کجا وایستادیم و داریم توپو نگاه میکنیم، سرعت حرکت توپ میتونه برای همه متفاوت باشه. سرعت نور دقیقاً 299,792,458 هزار متر بر ثانیه است در خلا. دلیل این که میگم دقیقاً، به خاطر اینه که با تکنولوژی لیزر اندازه گیری شده و وقتی چیزی با لیزر اندازه گیری میشه، سخت میشه گفت خطا داره. از طرف دیگه جیمز کلرک ماکسول که وقتی انیشتین یک سالش بود فوت کرد، معتقد بود که سرعت نور برابر با 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است و برای همه ثابته، حتی آریان. چیزی که ماکسول میگه با چیزی که نیوتن میگه با هم تناقض داشت. ماکسول میگه سرعت نور برای همه ثابته، نیوتن میگه نه آقا، همه چیز نسبیه و این موضوع مغز انیشتین رو قلق میداد. اگر قوانین نیوتن برای همه چیز ثابته، نمیشه نون و وسط استثنا باشه که. مگه زمان عربی که چپ و راست استثنا باشه؟ آقا روابط علمی بالاخره یه جو باید من بخونن دیگه. پس من نمیخوام بگم. جدا از بحث منبسط شدن دنیا و بیگ بنگ که تو ویدیوی بعدی کلی در موردشون صحبت میکنیم، هیچ ماده ای، هیچ اطلاعاتی، اصلا هیچ چیزی سریعتر از نور نمیتونه حرکت کنه. در خلأ فعلا نکشید منو، فوشم ندیم. باشه باشه، این داستان منبسط شدن و بیگ بنگ و فعلا بتونیم کنار. این ذراتی هم که فعلا به صورت تئوری هستن، مثل نوترینو ها که گفتن سرعتشون از سرعت ذرات نور بیشتر و بعدن دیدن خطای محاسباتی، یا ذراتی مثل تکیان ها که هنوز به صورت تئوری هستن بذارید کنار. البته اگه چیز جدیدی میدونی که من بلد نیستم، لطفا توی کامنت ها بهم یاد بدین، ولی با منبع موثق. ولی فعلا هیچ چیزی از نور سریعتر نمیتونه حرکت کنه.
توی خلأ. حالا همه این چیزایی که من گفتم چه ربطی به سفر و زمان داره؟ الان بهتون میگم. خب این آزمایشی که میخوام بهتون نشون بدم خیلی آزمایش خطرناکیه، خیلی گرون قیمته و کلی شرکت با ما همکاری کردن تا ما بالاخره تونستیم این آزمایش رو انجام بدیم و فیلم بگیریم. و خواهشی که ازتون دارم این آزمایش رو هیچ وقت توی خونه، تو مدرسه، حتی تو دانشگاه امتحان نکنید، فقط ببینید و فراموشش کنید. برای این آزمایش اول یه صندلی میخوایم، یه دونه مهراد میخوایم، یه دونه لامپ قرمز میخواین، یه دونه آریان که مهمترین کار انجام میده، چراغا رو خاموش میکنه. مهراد این چراغ قرمز رو به سمت بالا و پایین حرکت میده توی یه بازه مشخص، مثلا میاد تا اینجا بعد پایین میاد تا اینجا. هر باری که میره بالا این مسافت به اندازه 1 ثانیه طول میکشه، هر بارم که میاد پایین باز به اندازه 1 ثانیه طول میکشه. برای دقیق تر بودن آزمایش من مترونوم میذارم. مترونوم رو روی 60 گذاشتم، یعنی هر 1 ثانیه فقط 1 بار تیک میزنه. مسیری که مهراد این چراغ رو حرکت میده این شکلیه. این مسیری که این چراغ داره حرکت میکنه از دید شما، یعنی روبروی مهراد و از دید خود مهراد هیچ فرقی نمیکنه. جفت تصویر رو بغل همه و هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. حالا دوباره مهراد این کارو انجام میده، فقط این دفعه که مهراد داره لامپو به سمت بالا پایین میبره، همزمان من دارم صندلی مهرادو هل میدم. حالا بیاین حرکت لامپ رو از دید مهراد ببینیم. حالا از سمت شما حرکت چراغ از دید شما این شکلی میشه. دقت کنید که هر بار بالا پایین اومدن چراغ همون 1 ثانیه داره طول میکشه و چیزی تغییری نکرده. توی حالت اول مهراد لامپ رو به سمت بالا پایین میبرد، هر 1 ثانیه میومد بالای بالا، 1 ثانیه بعد میره پایین پایین. از دید مهراد و از دید شما لامپ دقیقا میره به سمت بالا، میومد به سمت پایین. توی حالت دوم بازم مهراد لامپ رو برد بالا، 1 ثانیه بعد آورد پایین، دور 1 ثانیه بعد برد بالا. مسیری که مهراد دید با مسیری که شما دیدین فرق داشت. مال مهراد بازم لامپ میره به سمت بالا پایین، ولی برای شما لامپ داشت اینجوری حرکت میکرد. در واقع مسافتی که لامپ بین هر دو تا نقطه میرفت میومد دیده شما طولانی تر بود، چون خط کج بود، خط صاف نبود. ما همه هم میدونیم که خط صاف کوتاه‌ترین مسیره. پس مهراد داشت لامپ رو در عرض هر 1 ثانیه بالا پایین میکرد، شما میدونید که لامپ در هر 1 ثانیه داره بالا پایین میشه، ولی از دیده شما لامپ داشت مسافت طولانی تری رو میرفت، ولی دقیقا تو 1 ثانیه هم میرسید بالای بالا، 1 ثانیه بعد هم میرسید پایین پایین. خب پس اگر که بخواد مسافتش طولانی باشه لامپ باید با سرعت بیشتری حرکت کنه دیگه، ولی اگه بخواد با سرعت بیشتری حرکت کنه خب یعنی مهراد باید لامپو تندتر باید حرکت بده، اونجوری تایمینگ مهراد به هم میریزه، در صورتی که مهراد دقیقا با هر 1 ثانیه این لامپو بالا پایین کرد. خب چطوری میشه که شما این مسیر کوتاهو با این مسیر طولانیو تو یک زمان مشخص با یک سرعت مشخص با هم برسی؟ بشینین. همه هم میدونیم که اگر بخوایم مثلا از تهران بریم به سمت کرج، موقع میدونیم اگر بخوایم تو 1 ساعت برسیم باید تقریبا با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت حرکت کنیم تا بعد از 1 ساعت از تهران برسیم به کرج. حالا اگر بخوایم تو همون زمان 1 ساعت به جای اینکه از تهران بریم کرج بریم قزوین که همه هم میدونیم مسافتش طولانی تره، اون موقع باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم که در عرض 1 ساعت برسیم به قزوین، مثلا با سرعت 150 کیلومتر در ساعت. پس همه ما میدونیم که اگر بخوایم توی یه زمان ثابت به جای یه مسافت کوتاه یه مسافت طولانی تری رو بریم باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم تا با همون زمانی که گفتیم برسیم.
اگر مهراد میخواست به دلیل اینکه از دید شما مسیر حرکت چراغ طولانی تره سریعتر حرکتش بده، اون وقت از دید خودش این شکلی میشد. یعنی حرکت لامپ تایمینگش از دید مهراد آف میشد، دیگه روی تمپو 60 ثانیه نبود که هر یک ثانیه بره بالای بالا بعد بیاد پایین پایین. دلیل این که مسیر طولانی تری که چراغ روش حرکت میکنه رو شما دقیقا تو یک ثانیه میبینی، به خاطر اینه که زمان برای شما نسبت به مهراد سریعتر میگذره. چی؟ چی گفتم؟ و همینطور زمان مهراد نسبت به شما کنتره، ولی فقط نسبت به شما. بله شما شما. به خاطر همین مدت زمانی که برای مهراد طول میکشه تا در یک ثانیه این چراغ رو به بالاترین نقطه بیاره کنتر از زمانیه که شما میبینین این چراغ به قسمت بالای بازه حرکتی مشخص شده برسه. چقدر طولانی بود. یعنی شما هر چقدر سریعتر حرکت کنید فرقی نمیکنه با چه بدوین، با هواپیما، با ماشین، با قطار، با موشک، زمان برای شما نسبت به بقیه متفاوته. یعنی نسبت به اینکه بقیه با چه سرعتی حرکت کنن، زمان برای شما و برای بقیه نسبت به هم متغیره. خب حالا اینایی که گفتی باز چه ربطی داشت به سفر به زمان؟ رسیدیم به اصل داستان. این همه قصه برای سفر در زمان به آینده، ما نمیتونیم ماشینی بسازیم که روش سری دکمه را بزنیم یه دکمه پوه بریم توی زمان دیگه، بریم تو 50 سال آینده. ولی اگر که وسیله بسازیم که خیلی سریع حرکت کنه، یعنی مثلا یه دونه قطار بسازیم دور تا دور کره زمین طوری که با سرعت خیلی زیاد حرکت کنه نزدیک به سرعت نور، بعد سوار این قطار بشیم، این قطار با سرعت خیلی زیاد میگیری حرکت کنه مثلا 2-3 سال، بعد از 2-3 سال که از قطار پیاده میشیم زمان برای ما 3 سال گذشته، ولی برای کسایی که روی کره زمین عادی زندگی میکرده مثل همین الان زمان بیشتری گذشته، مثلا 5 سال گذشته، مثلا 10 سال گذشته. پس من اگر با سرعت نزدیک به سرعت نور توی یه وسیله باشم اون وسیله حرکت کنه، مثلا بعد از گذشت 5 سال بعد از اینکه از اون وسیله پیاده بشم شاید کره زمین بیشتر از 100 سال روش گذشته باشه. اوه چیز خفنی گفتم. زمان برای همه ما داره میگذره، در واقع همه ما داریم در زمان سفر میکنیم و نسبت گذر زمان برای تک تک ما بسته به سرعتی که داریم متفاوته. حالا این تفاوت چقدره؟ نه اینم زیاد، خیلی کم، تقریبا هیچی، تقریبا صفر. یعنی اگر مهراد همین الان سوار ماشین بشه و شروع کنه با سرعت ثابت 100 کیلومتر بر ساعت حرکت کنه، یعنی همین جور بره، ما هی سوخ بنزین بزنیم، هی بره هی بنزین بزنیم، هی بره، اصلا وای نسته، بعد از گذشت 500 هزار میلیارد سال با سرعت 100 کیلومتر که مهراد حرکت کرده، زمان برای مهراد فقط 2 سال کنتر از من گذشته، در صورتی که من همینجا بشینم تکون نخورم. سایت آمنی کلکولیتور انواع و اقسام ماشین حساب برای همه جور محاسبه داره. اگر وارد قسمت فیزیک و بعد تایم دیلیشن بشین، اونجا میتونید سرعت و بعد مدت زمانی که میخواین ببینید چقدر تفاوت داره رو عددش وارد کنین، بعد اون بهتون میگه که زمان چقدر کنتر میشه. اگر بتونید با سرعت 259 هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت کنین، طبق چیزی که توی سایت هست این عدد رو وارد کنین، اون موقع زمان برای ما نسبت به کسایی که همچون عادی دارن رو کره زمین زندگی میکنن تقریبا نصف میشه. البته یادتون باشه که گفتم هیچ چیزی فعلا توی خلل نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه. اگر من اطلاعاتم قدیمیه به هم یاد بدین توی کامنت ها، ولی اینو گفتم که بدونید. پس سرعت 259 هزار کیلومتر بر ثانیه چون کمتر از سرعت نوره، سرعت دستیافتنیه و ما شاید بتونیم روزی یه وسیله بسازیم که با این سرعت حرکت کنه. یعنی از نظر فیزیکی و علمی امکان پذیره. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که سریع ترین وسیله که تا به امروز بشر به دست خودش ساخته چی و سرعتش چقدر بوده، که ببینیم چقدر مونده تا برسیم به 259 هزار کیلومتر بر ثانیه. سریع ترین وسیله که من میدونم، یعنی فکر کنم تا به امروز به دست بشر ساخته شده، پروب هلیوس 2 بود که در واقع یک کاوشگر تحقیقاتی بود، سال 1976 برای تحقیقات به سمت خورشید پرتاب شد. سرعت حرکت هلیوس 2 برابر با 17
کیلومتر بر ثانیه. یعنی اگر 17 کیلومتر رو توی این ماشین حساب بزنی و هی جلوش صفر بزنی صفر بزنین، موقع بعد از 1 میلیارد سال تقریبا 2 سال زمان براش کنتره نسبت به ما. یعنی ما هنوز خیلی راه داریم تا بتونیم به سرعت‌های بالا برسیم، ولی امکان پذیره. یعنی یه روز میتونیم به این سرعت برسیم. این همون تئوری انیشتینه. یعنی انیشتین متوجه شد هر چی با سرعت بیشتر، یعنی هر چی نزدیکتر به سرعت نور حرکت کنی، زمان برای تو نسبت به بقیه کنتر میگذره. ویدیوی بعدی ما رو حتما ببینین در مورد اینکه اگر از میلکی وی خارج شیم، کلا از مظلوم شمسی بریم بیرون، میتونیم موجودات دیگر رو ببینیم، میتونیم ایلین ها رو ببینیم. اصلا وجود داره این ویدیو، این مطلبایی که تو جای مختلف مثل اینستاگرام میذاره واقعا وجود داره یا همشون فیکن؟ لطفا کانال منم دنبال کنین، این زنگوله هم بزنین. خدافظ.